دفتر رسانه استانداری شهر مقدس کربلا نصیف جاسم الخطابی خبر از تکمیل تدابیر امنیتی و نیروهای ارتش برای دهم ماه محرم الحرام و سال روز عاشورای حسینی داد. وی تصریح کرد فرمانداری در تمامی سطوح بهداشتی، خدماتی و امنیتی آمادگی کامل برای آن روز را دارد و علاوه بر طرح خدماتی که شامل بسیج همگانی می شود، در زمینه ورود زائرین به شهر نیز برنامه ریزی دقیقی تدوین شده است. فرماندهی پلیس نجف اشرف امروز از آغاز اجرای طرح امنیتی روز دهم ماه محرم الحرام و عاشورای حسینی خبر داد. به گزارش وکاله نون الخبریه، سرتیپ مقداد الموسوی مدیر رسانه‌ای فرماندهی پلیس استان نجف اشرف گفت از امروز چهارشنبه 4 مرداد ماه اجرای طرح امنیتی ویژه روز عاشورا آغاز شد. وی افزود در این طرح همه انواع صنوف تشکیلات امنیتی وابسته به وزارت کشور در استان نجف اشرف با مشارکت نیروهای هشت شعبی که نقش مهمی در امنیت به ویژه در مناطق غربی دارند شرکت دارند. الموسوی اظهار کرد یک طرح خدمات حمایتی با حضور تمامی ادارات خدماتی استان و همکاری آستان مقدس عباسی در حال اجراست و ویژگی این طرح تنظیم ورود و خروج زائران و مواکب حسینی است. یکی از فرماندهان هشت شعبی اعلام کرد که نیروهای هشت شعبی در آستانه عاشورای حسینی عملیاتی را برای تقویت امنیت بیش از 30 منطقه آزاد شده از شر تروریست ها آغاز کردند. محمد التمیمی از فرماندهان هشت شعبی در گفتگو با المعلومه اعلام کرد با نزدیک شدن به روز دهم ماه محرم نیروهای هشت شعبی عملیاتی برای تقویت امنیت بیش از 30 منطقه آزاد شده از شر تروریست ها از جمله شهرها، روستاها و شهرک های وسیع شمال و شمال شرق استان دیالی آغاز کردند. گفتنی است استان دیالی عراق که تا چند سال پیش یکی از خاستگاه های گروه های تندروی سنی و تروریستی محسوب می شود، امسال شاهد شور گسترده‌ای برای برگزاری مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام است. معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران گفت حدود 70 زائر ایرانی مستقر در هتل قصر الشفای شهر مقدس نجف اشرف به علت آتش سوزی دچار مشکلات تنفسی شده و با کمک نیروهای امدادی برای مداوا راهی بیمارستان حکیم این شهر شدند. گفتنی است وی گفت که خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته و ما بقیه زائران که از وضعیت جسمانی مناسبتری برخوردار هستند در هتل دیگری اسکان داده شدند. شایان ذکر است کاروان‌های حادثه دیده شامل دو کاروان از استان اردبیل و یک کاروان از استان چهارمحال بختیاری هستند. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان با صدور بیانیه اقدامات گسترده آزار و اذیت فرقهی علیه شیعیان اهل بیت علیهم السلام در عربستان و افغانستان را همزمان با ایام عاشورای حسینی محکوم کرد. این سازمان در بیانیه خود که یک نسخه از آن را خبرگزاری اخبار شیعه دریافت کرده است اعلام کرد اخبار تایید شده ای مبنی بر آزار و اذیت گسترده فرقهی توسط مقامات عربستان سعودی و افغانستان علیه شهروندان شیعه در چندین منطقه از این کشورها دریافت کرده است و این تخلفات وحشیانه را شدیداً محکوم می کند. این سازمان به مقامات حاکم در دو کشور درباره عواقب تشدید پدیده تبعیض فرقهی هشدار داد و خاطر نشان کرد که این رویکرد فرقهی نشان دهنده محدودیت آزادی در انجام مناسک دینی بدون تبعیض است که سابقاً مقامات اجازه آن را داده بودند و این امر خود تجسم نقض آشکار حقوق بشر شناخته شده توسط قوانین بین المللی محکوم است.
پس از درخواست فعالان مذهبی و روحانیون مبنی بر بزرگداشت بزرگترین عید الهی عید قدیر، کابینه عراق در جلسه روز گذشته سه‌شنبه رأی به در نظر گرفتن عید قدیر به عنوان تعطیل رسمی در این کشور داد. در همین راستا دفتر رسانه‌ای نخست وزیر با صدور بیانیه اعلام کرد هیئت دولت امروز رأی به در نظر گرفتن عید قدیر به عنوان تعطیل رسمی در کشور داده است. گفتنیست فعالان مذهبی و روحانیون و روشنفکران پیش از این از دولت عراق خواسته بودند که عید قدیر به عنوان تعطیل رسمی در کشور قرار داده شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف از کشته شدن 435 کودک طی 100 روز جنگ سودان خبر داد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که در درگیری‌های جاری سودان بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع تاکنون دست کم 435 کودک کشته شده و بیش از 2000 کودک زخمی شدند. در بیانیه یونیسف آمده است بیش از 2500 نقض جدی حقوق کودکان در کشوری صورت گرفته است که در آن 14 میلیون جوان نیازمند کمک هستند. گفتنیست از 15 آوریل درگیری‌های خشونت‌آمیز گسترده بین نیروهای ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بر سر قدرت در خارتوم و هومه و همچنین غرب دارفور و برخی دیگر از مناطق این کشور در جریان است. به دنبال اعمال محدودیت گروه طالبان بر مراسم محرم، شورای علمای شیعه از مردم خواست که از راه اندازی کاروان عزاداری در خیابان‌ها به دلایل امنیتی خودداری کنند. این شورا همچنین از آنها خواست که به زیارتگاه‌های حضرت ابوالفضل و سخی در کابل هم به صورت فردی بروند. این شورا در بیانیه از عزاداران به صورت مشخص خواسته است که در روزهای هفتم و دهم محرم از راه اندازی کاروان‌های سوگواری در خیابان‌ها خودداری کنند. پیش از این شیعیان در این روزها معمولاً به صورت کاروان‌های سوگواری با کشیدن علم منصوب به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام از محلی به محلی دیگر حرکت می‌کردند. شورای علمای شیعه افغانستان اخیراً دوبار از طالبان خواست که اعمال محدودیت بر مراسم محرم را لغو کند. این شورا گفته بود که طالبان از نصب پرچم‌های مذهبی جلوگیری و برگزاری مراسم سوگواری در شماری از مساجد را محدود کرده است. شورای علمای شیعه همچنین از مردم خواسته که از تیغ زدن و خون‌آلود کردن اعضای بدن خود خودداری و در روز عاشورا در بانک خون امام حسین خون اهدا کنند. در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شد که طالبان در شهر کابل از حرکت کاروان‌های عزاداران جلوگیری و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده است.